درود بر شما امیدوارم خوب باشه ایران دوستای عزیز امروز دیدم که عباس جفرسون عقب مونده دیگر از این پوزیشن نسبت به این خبر حساسیت نشون دادن که آقای پوتین و روسیه در کل علاقمند هستند به همکاری و ترانزیت کالا در بندر چابهار و این پوزیشن ما نه نوکرهای سخبتور سنتی اجدادشون نوکرهای انگلیس دیگه و اکثر اینا تو خونشون اصلا ویروس ضد روسی و نفرت از روس وجود داره نه از حب ایران بلکه از حب انگلیس و ایران رو بهانه میکنن و به روسا بند خدا فرش میدن که دیروزی که دوستان عزیز تو کانال پرسید که در خبرها آمده که ایران میخواد چابهار رو یا بندر دیگر رو اجاره بده به روس ها یا چینی ها اصلا چیزی به نام اجاره دادن بندر ندارم اینطور نیست که دولت یک کشوری یه بندر رو به کامل بده یه شهر بندری رو بده به کشور دیگه اینطور نیست بلکه دولت ها اجازه میدن از بخشی از بندر این کشورها استفاده کنن برای تجارت و انتقال کالاهای خودشون و یه قرارداد تجاری بسیار سودآور هست اونا در توسعه اون بندرها مشارکت میکنن یعنی برای اینکه بتونن کالاهای خودشون رو بیان از این بندرگاه نه ترانزیت کنن در توسعه اون بندر هم در واقع دخالت میکنن و بخش از اون بندر رو استفاده میکنن برای تجارت کالا حالا چابهار جاس و سواحل دریای مکران بسیار اهمیت داره در طول تاریخ از قلب دنیا بوده استان سیستم بلوچستان و همین قسمت کرمان اینجا بزرگترین تمدن بشری اینجا بوده که معروف هست تمدنی که در جیر جیروف هست تمدن ارتا ارتا اوکراینی و متحد الان تازگی دادن شدن تمدن ارتا در اوکراین بوده البته در دهانه ای که در قسمت شمال اوکراین اونجاها رودخانه میرزه به دریاسی اونجا خیلی قدیمیه درسته اونجا تمدن بسیار گوهنه بود ولی نمیدونم تمدن رودخانه دانوب هست یا نه به اسم رودخانهش ممکنه اسم رودخانهش رو نمیدونم دانوب فکرم از پایین میاد اونجا تمدن بسیار گوهنه بوده اما تمدن ارتای اصلی همین در جیروفت کرمان بوده و این منطقه سوال مکران اما نگید بگید دریای مکران و اونجا هم دریای ایرانه نه دریای عرب دریای جهلی عرب چیزی من دریای عرب نداره من انگلیسی ها ساختم اونجا قبلا میگفتم پرشین سی که میگیم دریای ایران اونجا خیلی اهمیت داره که هند چین که نمیاد چون که چین با ما ایرانی ها تو زمینه بندری خیانت داره میکنه در واقع چین با پاکستان بسته در رشد توسعه بندر گواتر و عرب های این جنوب خلیج فارس مثل امارات و بقیه و حتی چین امارات کسی می بمگذاری میکنه اونجا و چین به هیچ وجه و پاکستان به هیچ وجه مایل نیستن بندر چابه رشد کنه اونا رو بندر گواتر سرمگذاری کردن دهها برابر بیشتر سرمگذاری کردن و توسعه دادن بندر گواتر رو نسبت به بندر چابهار حسادت دارن و دنبال تخریب بندر چابهار هستن اینکه این پوفوزیسیون و این عباس جفرسون عقب مونده خدا زده و این بقیه و روز روزها ها می میترکن آتیش میگیرن از ما تحتشون جرم میخورن به خاطر اون در راستای سیاست مهم استعماری خاموش ماندن سواحل مکران است که قلب دنیا بوده دنیا رو متحول خواهد کرد رشد توسعه سوال مکران البته 20 سال شروع شده این کار روس هم در جریان بودن که قرار چابهار به بندر امیرآباد بهشهر و از اونجا به آسترا و از اونجا به سن پترزبورگ و از اونجا به شمال اروپا و کشور اروپایی بس بشه و جاده ابریشم جدیدیه بسیار جاده عجیبیه و بزرگ تمدن ساز و باعث رشد و اقتصاد ایران، هندوستان، افغانستان و روسیه میشه و این خیلی مهمه و اینها باید جدی گرفته بشه سرمگذاری های روس ها و هندی ها بسیار مهمه در چهار بهار من همیشه بارها گفتم در قضیه افغانستان یا من خیلی مسئله منطقه ای ایران باید بیشتر طرف هند باشه و هند بسیار مهمه پاکستان اصلا جایگاه اثری نداره در دنیا کشور وابسته است اما هندوستان بسیار مهمه تو قضیه کشمیر رو ایران باید با هندوستان باشه اینقدر گول این جریان مذهبی تندرو رو نخورن البته استراتژیست های ایران آگاه حالا برخی جفسازی میکنن ایران، هند، روسیه بسیار مهم تو قضیه اقتصادی اینا باید با همدیگه همکاری بیشتری کنن خبر بسیار خوشحال کننده ایه. که پوتین ابراز تمایل کرد برای ترانزیت کالا از چابهار به نفع ایرانه به نفع هندستانه به نفع افغانستانه افغانستان خیلی توسعه خواهد یافت افغانستان رو ما داریم به دریا وصل میکنیم کشور برادر و دوست و بخش هر دو بخش از کشور مادر هستیم دیگه و این به نفع ایران هست و باید استقبال کرد ولی این لیبرال های نوکره نوکر خانزاده انگلیس که در خونشون نفرت ویروس نفرت ضد روست هست خب اونا یک کلمه یاد گرفتن آرزوی پتر کبیر آبهای گرم خلیج فارس اتفاقا خیلی خوبه که از لج اینها ما با روسا قرار مانور نظامی برقرار کنیم پای روسان به خلیج فارس باز میشه و از بود همکاری و دوستی نه اینکه از بود استعماری اصلا اتحاد به روسا باید خیلی همه جانبه تر بیشتر بشه اصلا مرز ما باید با روسا برداشته بشه پاسپورت ویزا باید حذف بشه و هر چی نزدیکی به روسا حالا ممکنه شما معایبی در روسا پیدا کنیم ولی شما فکر میکنید اون معایب در ما نیست در ما ایرانی ده برابر بر بیشتره اون معایب ما رو اونا میبینن همچون که ما هم معایب روسا رو میبینیم اونا معایب ما رو میبینن ما هم زیاد همچین آش دنسوز نیستیم همچین هم فایده نداشتیم باید همکاری ها متقابل بشه و این سیاست رهبری رو خیلی دوست دارم سیاست نزدیکی به روسیه درست این سیاستی بود که جمهوری اسلامی گرفته و به نفع ایران خواهد بود و این باید ادامه پیدا کنه و در رفع اون ابهامات و اون بیاعتمادی های متقابلی که هم وارداتی بوده هم غربی ها و لیبرال ها تزدیخ میکردن شما فکر نکنیم فقط لیبرالای وطن فروش و سهیون ما اینجا دارن ضد روسیه تبلیغ میکنن همین جریان تو روسیه هست ضد ایران دارن تبلیغ میکنن لیبرال روسیه هم کم نیستن اونا دقیقا هم دقیقا هفت شبیه همه لیبرال ایران هن اینا همسو هن دیگه برادر کل لیبرال های دنیا اینا سربازان سهیون هن سربازان فرامسون در راسته منافع عربا بشن. کار میکنن همین سرباز های سهیون لیبرال تو روسیه و مسکو هم هر روز دارن تخریب میکنن. اصلا جریان های لیبرالشون تو مجلس اصلا ضد ایرانی هن. که بسیار فعال میکنن که فعالیت میکنن که روسیه به ایران اصلا نده روسیه به ایران تکنولوژی نده تظاهرات را میندازن ضد پوتین همین مصیبت هایی که ما به اسالیون خائن داریم در کشور و این پوفوزیشن بی شرف هم در درون خودشون دارن و اینا مانع از دوستی و اتحاد بیشتر میشن و تخریب میکنن رابطه ایران و روسا رو به شدت ما باید از اتحاد تجاری ایران روسیه و هند خوشحال باشیم و توسعه سواحل مکران رمز کلیدی توسعه ایران هست و عوض شدن بسیاری از معادلات دنیا است و الان من شنیدم یه خبری خوندم تایتلش جالب بود تیترش که ایران خلیج فارس را دور زد این حرف جالب خنددار بود البته ولی جالب بود چون ایران دیگه میخواد بسان عجیبه که چرا تا حالا لکشی نبوده میخواد نفتشو با بندر جاسک با لوله انتقال بده کشتی نفتی از این بگن از جاسک نفت رو ببرن این خبر خیلی دور از هرچی چی سه بیشتر پیدا کنه در سوال مکران اونجا تمدن ارتا زنده میشه تمدن عظیم ارتا که مادر همه تمدن ها بود در دریاچه مقدریای بزرگ مقدس جازموریان که الان خوش شده در حل دریای بزرگ جازموریان بود اونجا رو میگن اون منطقه رو از اونجا شروع میشه تا میان جنوب پاکستان منطقه اسمش نام گدروزیا و در اصل هم ریشه گدرزیا از کلمه جازموریان میاد که تو اوستا هم کلمه جازموریان وجود داره به امید توسعه بیشتر سواحل مکران سیستان بلوچستان از نظر اقتصادی یک روزه الماس دنیا بود اینقدر آباد درجه های فراوان جنگل های فراوان معدن غلات دنیا بود ایمان دارم ما دوباره میتونیم سیستم ولچستان رو و کرمان رو به مهد با شکوه اقتصاد دنیا تبدیل کنیم و از این تصمیم گیری های غلط نفوزی ها و این دخالت های فراموسنر های مخفی باید ما آگاهی پیدا کنیم و خیلی تمرکز کنیم روی سوال مکران و این بسیار خبر خوبی است که روسیه ابراز علاقه کرده در همکاری در بندر چابهار این خبر بسیار خوبی بود زیر گوش ندین به این پوزیسیون بیشرف و این جفرسن های مانده که اینها مامور هست ضد های توسعه ایران هستن سپاس ثابت رود